در این قسمت از فصل هفتم که ورزش نیروی دو هست، میخواییم با نیروی مغناطیسی آشنا بشیم، یکی دیگه از اقسام نیروهای غیر تماسی که میخواییم ببینیم چی هست و کاملا با اون آشنا بشیم. نیروی مغناطیسی، شما همتون از بچگی یا در واقع تو مدرسه تو خونه با مگنت، با آهنربا کار کردید و این اثر جادویی رو دیدید. وقتی یک آهنربا رو به یک سنجاقی نزدیک میکنیم، نه چسبوندیم بهش ولی سنجاق شروع به تکون خوردن، یه مقدار دیگه نزدیکم سنجاق سریع جذب آهنربا میشه. یا حتی برخلاف نیروی جاذبه زمین، اگر من یک آهنربای قوی رو نزدیک یک سنجاق یا فلز کنم، فلز برخلاف جاذبه زمین میاد جذب آهنربا میشه. این نیروی جادویی که بین آهنربا و فلزات مغناطیسی یا بین آهنربا و آهنربا وجود داره بهش میگیم نیروی مغناطیسی. شما آهنربا رو همتون دیدید، آهنربا دارای دو تا سر هست، دو تا قطب داره و همتون میدونید یکی از قطب‌ها رو میگن بهش قطب N North شمال و یکی از قطب‌ها S هست South جنوب، قطب شمال و قطب جنوب. شما تا به حال آهنرباها رو به هم نزدیک کردید، دیدید بعضی مواقع دو تا آهنربا رو که به هم نزدیک میکنید جذب هم میشن، بعضی مواقع از دو سر که نزدیک میکنیم دارن همدیگر رو دور میکنن، دفع میکنن و کاملا این نیرو رو حس میکنیم. وقتی به هم نزدیکشون میکنیم میخوان از هم فرار کنن، دارن از هم دور میشن. و اگر دقت کنیم میبینیم قطبهای همنام در واقع میخوان همدیگر رو دفع کنن و قطبهای ناهمنام همدیگر رو جذب کنن. نیروی مغناطیسی، نیرویی که بین قطبهای آهنربا یا بین آهنربا و فلزات مغناطیسی وجود دارد، نیروی مغناطیسی نام دارد. فلزات به دو دسته مغناطیسی و غیر مغناطیسی تقسیم میشن. فلزات مغناطیسی مثل آهن و نیکل که در هسته زمین هم به کار رفتن و آلیاژ های آهن مثل فولاد شدن. غیر مغناطیس مثل طلا، نقره، جیوه، مس، آلومینیوم و فلزات دیگه که اینها در واقع غیر مغناطیسی هستند. شما اگه آهنربا رو به طلا نزدیک کنیم اصلا هیچ اتفاقی نمی جذب نمیشه، به نقره نزدیک کنیم جذب نمیشه. اما شما وقتی آهنربا رو به در واقع آهن یا فولاد نزدیک میکنی و آلیاژ های آهن، میبینیم که جذب آهنربا میشه. پس به این فلزات میگیم فلزات مغناطیسی و فلزاتی که جذب آهنربا نمیشن معروفن به فلزات غیر مغناطیسی. قطب های آهنربا، جاهایی از آهنربا که نیروی آهنربا در آنجا قوی تر است قطب آهنربا نام دارد. اگر ما برداریم یک آهنربای تیغه‌ای رو درون یک ظرف پودر آهن فرو کنیم بیاریم بیرون، میبینیم یه جاهایش بیشتر پودر آهن یا براد آهن چسبیده. اونجاها قطب‌های آهنرباست، چون قطب‌های آهنربا جاهایی از آهنربا هست که اونجا نیروی آهنربا قوی تره. قطب‌ها، ما یه قطب شمال داریم همونطور گفته شد، قطب شمال یا N North و قطب جنوب یا S South. دو قانون درباره قطب‌های در واقع آهنربا، قطب‌های همنام همدیگر رو دفع میکنن و قطب‌های ناهمنام همدیگر رو جذب میکنن. یک، قطب‌های همنام همدیگر را دفع میکنن، یعنی S و S دفعه، N و N دفعه، و قطب‌های ناهمنام همدیگر رو جذب میکنن. به عبارتی S و N همدیگر چکار میکنن؟ جذب میکنن. یعنی نیروی S و N کششیه، اما نیروی بین S و S و N و N رانشی هست، همدیگر رو دفع میکنن. هم در شکل میبینید در واقع این آهن رو با داره این قطعه فلز رو به سمت خودش جذب میکنه.
موارد استفاده از خاصیت مغناطیسی. در موتورهای الکتریکی یا الکتروموتورها، یا اسم عامیانش به نام آرمیچرها میگیم، که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل میکنند. شما در شکل دارید میبینید کولر، پنکه، موتور یخچال، مخروط کن، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، نمیدونم جاروبرقی، هواکش، فن، اینها همه چی هستن؟ درشون موتور به کار رفته. و اگر موتور یا آرمیچر رو بشکافید، می‌بینید توی بدنش آهن ربا به کار رفته، یعنی با خاصیت مغناطیسی کار میکنه. پس اگر آهن ربا وجود نداشت، قطعا این وسایل هم وجود نداشتن. موتور الکتریکی چه کار میکنه؟ میاد انرژی الکتریکی رو تبدیل میکنه به انرژی حرکتی و این کار رو با خاصیت مغناطیسی انجام میده. دو، در جرثقیل های مغناطیسی، در کشتی ها، اسکله ها، اینجور نیست که بیان بار رو در واقع دونه دونه یا دستی جا به جا کنن، که جرثقیل هایی هست مغناطیسی، کانتینر های فولادی هست، مغناطیسی هست، توش با ماشین هایی به نام لیفتراک میاد، توش پر جنس میشه، پر بار میشه، در کانتینر بسته میشه، آهن ربای مغناطیسی که سر جرثقیل هست میاد میچسبه به کانتینر و در واقع کانتینر رو بلند میکنه، میذاره توی کشتی یا بالعکس از کشتی پیاده میکنه. برای سوار کردن بار و پیاده کردن بار استفاده میشه از جرثقیل های مغناطیسی و اینها با خاصیت مغناطیسی کار میکنن. در بلنگوها، اسپیکرها، اگر بلنگوی شکسته یا خرابی باشه و اون رو باز کنید، دقیقا میبینید توش در واقع آهن رو با به کار رفته. و در میکروفون، در میکروفون هم در واقع از خاصیت مغناطیسی استفاده شده، یعنی اگر آهن ربا نبود، جرثقیل مغناطیسی، بلنگو، میکروفون و موتورهای الکتریکی در بسیاری از وسایل به کار رفتن وجود نداشت. 5، در جنراتورها که انرژی حرکتی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنن، یعنی برق درست میکنن، در پشت سد، در واقع سدهایی که مولد هستند و برق درست میکنن، مثل سد لطیان، سد کرج، کرخه و غیره، اینها میان ازش چیکار میکنن؟ برق میگیرن، آب میاد در واقع پشت سد جمع میشه، دریچه زیر سد باز میشه، با فشار میخوره به یه توربین، حرکت دورانی یا چرخشی تولید میشه، این حرکت دورانی رو میدن به جنراتور، به این دستگاه، و ازش برق میگیرن، ازش برق درست میکنن. پس برقی که ما داریم استفاده میکنیم، در واقع بخش عظیمیش به خاطر وجود خاصیت مغناطیسی است.